سلام پنجشنبه 12 اسفند 89 سوم مارس 2011 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه بعد از اکسیون موفق ده اسفند که مقامات خود حکومتی از درونشون خبرهایی رسیده که برآوردشون این بوده که لاعقل دو تا سه برابر جمعیت اول اسفند و 25 بهمن در سراسر کشور در خیابانها بودند و حسابی ترسیدن اکسیونی که خوشبختانه تا اینجایی که گزارش مرور شده کشته ای نداشته و 79 نفر دستگیری گزارش شده بعد از این آکسیون بعضی بچه ها سوال کردند که این سه شنبه های اعتراضی چه خاصیتی داره ما هر سه شنبه وقتی پامونو رو در خیابون بگذاریم چه اتفاقی ممکنه بیفته من برای پاسخ به این سوال برمیگردم یک مرور کوتاهی میکنم بر اونچه که قبلا راجبش صحبت کرده اید. اگر خاطرتون باشه استراتژی کلان ما در جنبش این بوده که مشروعیت زدایی از حکومت تقویت همبستگی و مقاومت ملی ایجاد شکاف و فرسایش حکومت و فلج سازی و در مرحله کنونی استراتژی مرحله ای ما بر چهار محور بنا شده شکاف تمرکز روی سپاه به خصوص جدا کردن سازمان اطلاعات و امنیت سپاه که ماشین سرکوبش و زیر نظر آقا مشتبا و شخص آقای خامنه ای از پریاست آقای طائب از بقیه بخش های سپاه تشکیل شبکه های جایگزین به خصوص در محله ها شبکه هایی که بتونن در واقع هم در مرحله مبارزه به کار بیان هم در مرحله انتقال با اداره پاره امور در سطح محله ها آموزش عمومی به معنی اینکه بتوانیم توضیح بدیم که چگونه در واقع یک آکسیون اعتراضی در کنار یک آکسیون فلجسازی یک با همدیگه کار میکنه و مجموع اینهاست که حکومت رو سرنگون میکنه و فلجسازی در بحران اقتصادی به معنی طراحی کارهایی که متناسب باشه با مرحله بحران اقتصادی که کشور در اون درگیره با در حال حاضر اکسیون های سشنبه های اعتراضی ما در واقع به دو تا از اینها به سرعت کمک میرسونه یکی وقتی که تظاهرات پراکنده میکنیم و میریم در سطح محله ها لاجرم سازماندهی محلی اتفاق میفته به قول بچه ها در واقع پیاده کردن مدل چهارشنبه سوری در سطح اعتراضات مدنی به معنی اینکه بچه های محل همونجوری که مراسم چهارشنبه سوری رو برگزار میکنن یاد میگیرن با هم همکاری میکنن در سطح محله در واقع با هم دیگه یک آکسیونی رو جلو ببرن و نکته دوم این که اعتراضات سه شنبه ها وقتی که نیروی سرکوبگر رو میاره به خیابون هم کل حکومت رو نمیگذاره که در جای راحتی بشینه و از شرایط بحرانی بیرون بیاد لذا فرسودش میکنه و هم اینکه هر دستگاه سرکوبی وقتی که به خیابون بیاد چشم در چشم مردم بشه رو در روی مردم بشه آسیب پذیر میشه و شکننده میشه من به عنوان یک مثال عرض می کنم بخش سومی که در واقع اکسیون های سشنبه ها اعتراضی میتونه بسترسازی بکنه برای اکسیون های فلج سازیمون در واقع بخش چهارم استراتژیمون مسئله عنوان یک مثال میگم الان یک سری پیشنهادات مطرح میشه که ما قبض گاز رو که گاهی پنج تا ده برابر اومده نپردازیم در یک عزم ملی و عمومی در صورت که مورد توافق همه در جنبش باشه تصمیم بگیریم گاز رو نپردازیم و اگر مامورای شرکت گاز مامورای حکومت بخوان بیان کنترها، گاز خانه ها رو قطع بکنن همین کمیته های محلی که در اکسیون‌ها ها شکل گرفتن از کنترها محافظت بکنن و اجازه ندن که چون این کاری رو بکنن در سطح محله ها و منطقه ها و به این ترتیب در واقع یک آکسیون اعتراضی رو یک آکسیون عدم همکاری رو بنشونیم کنار سازمانی که در آکسیون اعتراضیمون شکل گرفته من در این خصوص حالا اینکه آیا این آکسیون مورد توافق قرار بگیره و عزم ملی برش بشه روزهای آینده باز هم صحبت میکنم و همینجا عرض بکنم نامه خانم عبادی که در فیسبوک 25 بهمن اومده در خیلی جاهای دیگه هم منعکس شده دعوت کرده برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 و از پیش کسفتان جنبش زنان ایران دعوت کرده ایشون که سهشنبه آینده روز 17 اسفند 8 مارچ به مناسبت روز زن همدوش با مردان و برادران ما پا در میدون بگذاریم و هم خواهان دموکراسی در ایران بشیم هم حقوق برابر برای زنها یعنی نزدیک بودن خواستهای جنبش سبز با خواستهای جنبش زنها در واقع جنبش سبز با لبیک گفتن به اون چی که خانم عبادی دعوت کرده نشون میده که خواست محوری جنبش سبز اگر پایین کشیدن دیکتاتور و برگزاری انتخابات آزاد هست قدم اول و یگان راهی است که پس از طی اون میتوان به خواست جنبش زنان که حقوق برابر با مردها هست فکر کرد و به سمت اون هم برنامه ریزی کرد و به این ترتیب همسویی و همراهی و هماهنگی بین جنبش سبز آزادی خواهی مردم ایران و جنبش زنان عملا سه شنبه آینده در خیابان رقم خواهد خود در این خصوص باز هم روزهای آینده صحبت میکن نکته دوم که حکومت بعد از تو دهنی که روز ده اسفند خورد و دست به عقب نشینی آشکار زده اون هم به شکل عصبی و دست آقای آقا جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز روشن دروغ میگه و مطرح کرده که آقای موسوی و کروبی و همسرانشون نه فقط در زندان حشمتی نیستن بلکه تو خونهشون هم حصر نیستن و در منزلشون دارن زندگی میکنن یکی نیست به ایشون بگه خب این خیلی ساده است آقای موسوی و کروبی بیان توی خیابون مردم ببیننشون در آغوش ملت باشن حرف شما و قابل باور خواهد بود آقای واحدی نماینده آقای کروبی جواب روشن و پاسخ دندان شکنی به آقای جعفری دولت آبادی داده همینطور آقای صادق لاریجانی از ترسش و حولش اصلا مطرح کرده که ما از اول هم به آقایون گفتیم بیاید صندوقها رو بازشماری بکنید حاضر بودیم حتی انتخابات رو باطل بکنیم امری که سراپا دروغه و شورای نگهبان که مزدور آقای خامنه بیش, بیش, نیست در واقع این راه رو از همون ابتدا بست در همین روزها شایعه مرگ آقای خامنه ای هم مطرح شد روز گذشته که سکته قلبی کرده و مرده که ظاهرا صحت نداشت ولی اوضاع نگران کننده آینو نشون میده مجلس هم خیلی دستپاچه و عصبی در به اصطلاح قرائت گزارش واقعه 25 بهمن حرفهایی رو زده و نکاتی رو مطرح کرده از جمله محاکمه موسوی کروبی و خواهان سرکوب و غیره شده دعواهایی که بین آقای علی متحری و بقیه وکلا شده که کاملا جو عصبی مجلس شده از همه جالبتر واکنش آقای حسین طائب رئیس سازمان امنیت آقای خامنه ای و آقا مشتبه است که مطرح کرده که طرح براندازی نظام سال 90 در زمستون سال 90 به اجرا میرسه با امواج اقتصادی حذف یارانه ها و تحریم های بین و, و ایجاد مشکلات و سوژه های درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی و انقلاب مخملی در واقع در زمستون سال آینده اتفاق بیفته بعد با آقای طائب گفت که احتمالا ایشون فصل رو گم کرده چرا که بحران اقتصادی در تابسون امسال با بیلیاغتی های دولت احمدی نژاد و دزدی‌ها و فساد حکومت به اوج خودش میرسه و البته اینی که ایشون گفته در سال 90 سرنگون میشن حرف درستی زده. نکته سوم که سخنگوی کاخ سفید محکوم, محکوم کرده دستگیری آقای موسوی و کروبی رو مجمع نمایندگان ادوار مجلس خواهان تداوم اعتراضات مردمی شده مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قوم هم همین خاص رو داشته سازمان عفو بین الملل و رئیس پارلمان اروپا هم محکوم کردند نکته چهارم این که برای فرح وازهان فعال خارج از کشور 17 سال حبس در نظر گرفته شده که سال گذشته بعد از تظاهرات آشورا دستگیر شده او با ناراحتی قلبی و بیماری های دیگه دست و پنجه نرم میکنه و شب بزرگ داشته جعفر پناهی و محمد رسولوف در روم در ایتالیا با حضور برتولوچی و خیلی از فیلمسازان ایتالیایی برگزار شد نکته پنجم این که کارگران کیانتایر با تحسنشون ادامه داره و شعارهاشون به سطح شعارهای سیاسی هم ارتقا پیدا کرده همینطور کارگران پارسیلون خورم آباد صحبت پلاکاردی رو جلوی احمد نژاد بلند کردن که ما گرسنه‌ایم نکته ششم اینکه شرکت روس اتم رسما تایید کرد که نیروگاه بوشهر تعطیل شده خابیده و میله های سوخت رو از قلب نیروگاه بیرون آوردن و نکته آخر اینکه نشریه لزکوی فرانسه مطرح کرده که مقامات ارشد ایران و مقامات سپاه مشغول جابجایی پول از ژانویه هستند به بانک های چینی و بانک های کشورهای عربی و دارن پولاشون از کشور خارج میکنن که فرار بکنند اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی